به نام هستی بخش جانها. دوستای عزیزم سلام، سروش صفا هستم، مدرس زیست شناسی کنکور. به کلاس آنلاین من بی نهایت خوش اومدید. این ویدیو در ادامه ویدیو قبلی در رابطه با در واقع فصل 5 سال 12 هست. مبحث زنجیره انتقال الکترون و تخمیر رو میخوایم اینجا دربارش صحبت کنیم و کلی تست و نکته در واقع کنکوری که میخوایم تو این ویدیو در اختیارتون بگذاریم. ولی قبل از اون حتما باید ویدیو قبلی رو دیده باشید، نکات اون رو در واقع یاد گرفته باشید که وارد این ویدیو بشید. مسیر در واقع گلیکولیز و چرخه کرپس و اکسایش پیروبات، مولکول های مثل NADH و FADH دو تولید شدن که این مولکول ها میخوان وارد زنجیره انتقال الکترون بشن. این زنجیره از مولکول های تشکیل شده، از پروتئین هایی که در قشای درونی راکیزه قرار دارن، یعنی میتوکندری قرار دارن، میتونن الکترون بگیرن و از دست بدن. محلشون قشای درونی میتوکندری هست. پیش ماده هاشون NADH و FADH2 هست که در واقع در گلیکولیز و اکسایش پیروبات و چرخه کرپس تولید میشد. محصولاتشون هم آب و ATP هست. خب این نمای کلی از زنجیره انتقال الکترون. این پروتئین های 1-3 پروتئین های زنجیره هستن. این پروتئین یا در واقع این کانالی که اینجا از شماره 4 هست، این مربوط به زنجیره نیست، حواست باشه. زنجیره ما فقط این 4 تا، این 3 تا پروتئین و این مولکول های کوچیکی که بین در واقع پروتئین ها هستن و الکترون ها رو انتقال میدن. اینجا فضایی هست که در واقع فضای بین دو قشا هست، یعنی در قشای دوم رو ما بخوایم بکشیم الان اینجا قشای دوم میشه، قشای دوم میتوکندری، قشای بیرونی، قشای بیرونی میتوکندری، اینجا هم که قشای داخلی میتوکندری هست، اینجا فضای درونی میتوکندری که بهش میگیم ماتریکس. پس ما داریم در واقع از زاویه نگاه میکنیم که اینجا قشای بیرونی میتوکندری هست، این قشا من مشخص کردم برای شما، اینجا قشای درونی هست و فضای بین دو قشا که ما گفتیم که 3 تا پروتئین داریم به عنوان در واقع مولکول های که در زنجیره نقش اصلی رو ایفا میکنن. خب اینجا مولکول اول، در واقع پروتئین اولی که در زنجیره وجود داره، میاد و NADH رو اکسید میکنه. در اصل اکسید شدن NADH تبدیل میشه به NAD مثبت و دو تا الکترون وارد این زنجیره یا وارد این پروتئین میشن. پس NADH توسط پروتئین اول اکسید شد و دو تا الکترون اینجا وارد این پروتئین میشن. بین هر کدوم از این پروتئین های قشایی یک مولکول حامل وجود داره که اینجا در واقع حالا شما لازم نیست که اینها رو اسمش رو بدونین، اولی یوبیکینون هست و دومی هم سیتوکروم سی که حالا گفتیم اسمش نیاز نیست. اینها الکترون رو از این مولکول اول، پروتئین اول میگیرن، پروتئین دوم انتقال میدن. خب FADH2 هم الکترون هاش رو به این واسطه بین پروتئین شماره 1 و 2 میده. پس خوب دقت بکنید، مولکول اول، پروتئین اول الکترون رو مستقیما از NADH میگیره. مولکولی که بین پروتئین اول و دوم هست، پروتئین ها در واقع نوعی پمپ هستن، حالا میگیم که هیدروژن در واقع چجور پمپ میکنن، بین پروتئین اول و دوم هست، این مولکول میاد و الکترون رو از FADH2 میگیره و FADH2 رو اکسید میکنه و FAD آزاد میکنه. خب الکترون ها در حالی که دارن عبور میکنند از این پروتئین های بزرگ آبی رنگ که اینها گفتیم نوعی پمپ هستن، در حین عبورشون از این پروتئین ها با انرژی خودشون باعث میشن که مولکول های هیدروژن از فضای درونی میتوکندری به فضای بین دو قشا پمپ بشه. پس خوب دقت کن، یک بار دیگه تکرار میکنم، داره پمپ میشه، یعنی داره برخلاف شیب غلظت آورده میشه. پس اینجا هیدروژن کم هست، در اینجا هیدروژن زیاد است و هی هم به مدام داره به این هیدروژن ها افزوده میشه و غلظتش افزایش پیدا میکنه. پس NADH و FADH2 الکترون هاشون رو میدن به زنجیره انتقال الکترون، زنجیره الکترون ها رو دریافت میکنه به عنوان اولین دریافت کننده الکترون و الکترون ها در حین عبور از این پروتئین های سراسری که اینها در واقع نوعی گفتیم پمپ هستن، انرژی خودش رو الکترون ها میدن به این پمپ ها تا هیدروژن از فضای درونی به فضای بین دو قشا پمپ بشه و فشرده بشه اونجا. خب در نهایت الکترون ها میان و به مولکول اکسیژن برخورد میکنن.
در نهایت پس آخرین پذیرنده الکترون اکسیژنه. وقتی میگیم که اکسیژن نباشد تنفس هوازی متوقف میشه، چون الکترون ها در نهایت نمیتونن به چیزی منتقل بشن، اونجا اکسیژن وجود نداره که الکترون رو بگیره. پس اکسیژن میشه پذیرنده نهایی الکترون. یک اکسیژن مولکولی، یک دوم اودوم الکترون رو میگیره، تبدیل میشه به یون اکسید، یعنی اکسیژن دوباره منفی. و یون اکسید که دو تا بار منفی داره با گرفتن دو تا هیدروژن تشکیل یه مولکول آب رو میدهد. پس یک دوم O2 به علاوه دو تا هاش مثبت به علاوه دو تا الکترون تبدیل میشن به مولکول آب. این مولکول آب در سومین پروتئین یا آخرین پروتئین زنجیره ساخته میشه، اون هم در سطح درونی غشای داخلی. ببینید غشای داخلی میتوکندری سطح درونی، این سطحی که به سمت داخل قرار داره، همه اتفاقات اونجا میفته. پروتئین اول NADH رو اکسید کرد، ناقل بین پروتئین اول و دوم FADH2 رو اکسید میکنه، در واقع الکترون ازش میگیره. و پروتئین سوم پروتئینی هست که آب تولید میکنه با اضافه کردن الکترون به اکسیژن و دریافت هیدروژن. هیدروژن هم که در اینجا وجود داره تولید آب میشه در اینجا. خب هیدروژن ها اینجا خیلی افزایش پیدا کردن در فضای بین دو قشا، در واقع فشرده شدن اونجا و مقدار هیدروژن زیاد شده. شیب غلظت هیدروژن به سمت کجاست؟ آفرین، به سمت فضای درونی میتوکندری. یعنی هیدروژن ها میخوان از این فضای اینجا فرار کنن و برن به فضای درونی میتوکندری تا دوباره این مسیر رو طی بکنن. اینجا یک پروتئین ویژه وجود داره که هم نقش آنزیمی داره و هم در واقع داخلش کانال داره که هیدروژن ها رو عبور میده. در حین عبور هیدروژن، در واقع از اون شیب غلظتی که هیدروژن داره، انرژی که هیدروژن ها وارد میکنن به این پروتئین، ADP رو تبدیل به ATP میکنه. اینجا ساخته شدن اکسایشی ATP هست، یعنی فسفات معدنی هست، فسفاتی که در محیط هست، اون محیط در واقع میتوکندری وجود داره و توسط انرژی خروج هیدروژن ها از فضای بین دو قشای میتوکندری ATP ساخته میشود به وسیله فسفات معدنی و انرژی هیدروژن ها. این به صورت خلاصه و به صورت کلی زنجیره انتقال الکترون بود که به سادگی ما اینجا به شما آموزش دادیم. یه فیلم داریم، این فیلمو مشاهده بفرمایید بخشش رو. خب اینجا میتوکندری هست، اینجا فضای بین دو قشا هست. خوب دقت کنید، NADH میاد و الکترون هاشو میده و هیدروژن ها دارن پمپ میشن به فضای بین دو قشا. خوب دقت بکنید که هیدروژن ها چجوری به فضای بین دو قشا اینقدر پمپ میشن که اونجا انباشته میشن و مملو از هیدروژن میشه. یه بار دیگه این فیلم رو پلی میکنم، یه قسمت آخرش هم توجه بفرمایید. اینجا میتوکندری قشای داخلی کاملا چین خورده، هیدروژن ها دارن توسط هر سه، اینجا فقط زنجیر انتقال الکترون هست، یعنی اون پروتئین ATP ساز نیست. در آخر هم الکترون ها میرسن، الکترون ها اینجا به سرعت میان اینجا و آب تولید میشه. ببینید اینجا H2O که داره تولید میشه، هیدروژن هایی که اینجا وجود دارن با مولکول های اکسیژنی که از بیرون میتوکندری وارد میتوکندری میشن اینجا تشکیل آب میدن. این خلاصه ای از کار زنجیره بود. در این قسمت شما پاورپوینت رو حتما میتونید دانلود کنید از سایت کانون، مفصل توضیحات کاملش داده شده، تمام اتفاقاتی که میفته تو زنجیره. این قسمت خیلی مهم هست و حتما اینو دوستای عزیزم یاد بگیرید. یک دوم مولکول اکسیژن، یک دوم O2 به وسیله دو تا الکترونی که در واقع از زنجیره گرفته میشه یون اکسید رو تشکیل میدن، اکسیژن با دوباره منفی، که این یون اکسید یک یونی هست که دو تا هیدروژن رو به خودش میگیره و تبدیل میشه به H2O. پس تولید H2O در واقع در دو مرحله صورت میگیره. مرحله اول تولید یون اکسید به وسیله الکترون هایی که در واقع به اکسیژن میخورن. اکسیژن گفتیم آخرین پذیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون هست. و بعد از اون یون اکسیدی که تولید میشه با دریافت هیدروژن تبدیل به مولکول آب میشه. خب یه نکته مهم دیگه هم هست که تمامی این واکنش‌ها، یعنی اکسایش NADH به NADH مثبت، FADH2 به FAD، تولید آب و سنتز ATP، همگی در سطح قشای درونی در واقع میتوکندری انجام میشه. فضای بین دو قشا فقط هیدروژن میره و برمیگرده، هیچ کار دیگه اونجا انجام نمیشه. چین خوردگی هم که گفتیم باعث میشه که حجم در واقع اون سطح قشای درونی افزایش پیدا کنه و بتونه زنجیره‌های بیشتری رو در داخل خودش جای بده. اینجا هم به صورت مفصل مراحل کار زنجیره انتقال الکترون رو با هم دیگه تماشا میکنیم.
الکترون ترانسپورت چین، زنجیره انتقال الکترون. خب اول تو این فیلم میاد در توضیح میده که ما برای انتقال زنجیره انتقال الکترون در واقع چه قسمتی انجام میشه، در قشای درونی میتوکندری هست. الکترون از مولکول های در واقع ناقلی میان مثل NADH و FADH2، اینها در واقع توضیحاتی هست که در ابتدای این فیلم داده میشه و به صورت تئوری اون تئوریایی که ما خدمتتون عرض کردیم هست. این نمای کلی هست. خب این پروتئین اول که NADH رو تجزیه میکرد، پروتئین دوم و پروتئین سوم که در واقع باعث انتقال الکترون به آب میشد. این پروتئین جزء زنجیره نیست، اما چی هست؟ کانالی هست که ATP سنتز میکنه، یا در واقع اون مولکول پروتئینی هست که سنتز ATP میکنه. این واسطه های بین پروتئین های سراسری غشا هستن، سرتاسری غشا هستن، دو تا واسطه ای که میگم این مولکول NADH هست، دو تا الکترون داره در واقع روشن برق میزنه، الکترون ها مشخص میبینید، یون های هیدروژن که رنگ صورتی رنگ رو دارن تو این فیلم، مولکول اکسیژن که به صورت در واقع مولکولی دو تا اتم اکسیژن هست، و آب هم که هاش دو تا هیدروژن و دو تا اکسیژن، یه اکسیژن، ADP و فسفات آزاد که تشکیل ATP میدن. این تمام بازیگران این فیلم دارن ابتدا معرفی میشن. خب NADH میاد و الکترون های خودش رو میده، و همزمان که الکترون میده یون هیدروژن میاد وارد فضای بین دو قشا میشه. الکترون ها توسط یک مولکول حامل که عرض کردیم یوبیکینون هست به مولکول دوم یا در واقع اون پمپ دوم انتقال پیدا میکنه. دوباره این پمپ هم باعث میشه که هیدروژن رو بیاره داخل فضای دو قشا، الکترون ها میان و هیدروژن ها رو انتقال میدن و خود الکترون ها به دوباره مولکول بعدی منتقل میشن. اون نقاط روشن الکترون هستن که دارن در واقع منتقل میشن بین مولکول های این زنجیره. خب این نکته تو فیلم بهتون بگم دوستان، این فیلم برعکس تصویر کتاب هست، یعنی فضای بین دو قشا در واقع بالا هست، در تصویر کتاب فضای بین دو قشا پایین هست. فضای بین دو قشا بالا هست، این فضای پایینی که در واقع هست فضای داخلی میتوکندری هست. توضیح هم حتما الکترون و هیدروژن بهش برخورد میکنن و H2O ساخته میشه. مولکول های آبی که در واقع ساخته میشن و در فضای داخلی میتوکندری رها میشوند. خب یون های هیدروژن این بالا به فضای بین دو قشا تجمع پیدا کردن. هیدروژن ها میان از طریق این کانال که مثل یک در واقع چرخ آسیاب هست. هیدروژن ها میان باعث چرخیده شدن این کانال میشن و وقتی چرخیده میشن ADP تبدیل میشه به ATP با گرفتن یک فسفات معدنی. این اتفاق بارها و بارها در واقع در این زنجیره میفته تا کاملا تمام NADH و FADH رو بیان و الکترون هاشون رو بدن و ATP مورد نیاز ساخته شه. امیدوارم که این فیلم به صورت کامل و با تمام جزئیات تونسته باشه این واکنش ها رو برای شما به صورت حالا شماتیک مشخص بکنه. خب بریم سراغ یه تست از سراسری خارج از کشور. تست چی میگه؟ میگه انرژی لازم جهت پیوستن یک گروه فسفات به مولکول ADP در میتوکندری به طور مستقیم از انرژی ناشی از حرکت جای خالی تامین میشود. الکترون ها در پمپ های موجود در قشا، الکترون ها باعث می شدن که چی بشه؟ وقتی توی پمپ های موجود در قشا حرکت می کردن باعث می شدن هیدروژن بیاد و در فضا انباشته بشه. بعد هیدروژن که می خواست خارج بشه از فضای بین دو قشا باعث تولید ATP می شد. پس الکترون ها به صورت غیر مستقیم انرژی رو تامین می کنن، اما خروج هیدروژن که در واقع پروتون هایی که در جهت شیب غلظت خودشون میخوان از فضای بین دو قشا برون به فضای درونی میتوکندری باعث میشه که در واقع انرژی لازم برای پیوستن یک فسفات به ADP تامین بشه که گزینه دو پاسخ ما هست. خب یه در واقع جنبندی کلی فراورده هایی که در واقع تولید میشوند رو ما بررسی کردیم، تو کدوم چرخه چه فراورده هایی تولید میشن. ATP در گلیکولیز تولید میشود، در کرپس و در زنجیره انتقال الکترون. NADH در گلیکولیز، اکسایش پیروات و کرپس تولید می شود. در واقع NADH مثبت کاهش پیدا می کند و تبدیل می شود به NADH. و NADH مثبت در
زنجیر انتقال الکترون تولید میشه، یعنی NADH اونجا دیگه مصرف میشه. FADH تو فقط تو کرفس تولید میشه و دوباره در زنجیر انتقال الکترون مصرف میشه. CO2 در اکسایش پیروات کرفس و تخمیر الکلی در واقع تولید میشه. H2O هم فقط تو زنجیر انتقال الکترون تولید میشه. اینا محصولات کلی هستن که شما باید بدونید هر محصولی در چه زنجیره، در چه کدام بخش از تنفس سلولی تولید میشه. خب بازده انرژیایی تنفس یاخته یعنی چی؟ میگه آقا در بهترین شرایط در یوکاریوت ها حد اکثر 30 تا ATP به ازای یه مولکول گلوکوز تولید میشه، که این تولید ATP توی یاخته های مختلف فرق میکنه. یعنی توی یاخته ممکنه بازدهیش بیشتر باشه، توی یاخته کمتر باشه، بستگی به نیاز یاخته هست و متفاوت هست. خب اگر ATP افزایش پیدا کنه، افزایش میزان ATP به ADP، یعنی ATP زیادتر بشود نسبت به ADP، دیگه ما به ATP نیازی نداریم. آنزیم های گلیکولیز و چرخه کرفس مهار میشن تا تولید ATP کاهش پیدا کنه. و برعکس اگر میزان ADP به ATP کاهش افزایش پیدا کنه، یعنی ADP زیاد بشود و ATP کم بشود، یعنی ما نیاز داریم به ATP، خب این آنزیم ها فعال میشن و در واقع تولید ATP افزایش پیدا میکنه. اینجا ما میتونیم در واقع وارد بحث تنظیم بیان ژن بشیم. یعنی زمانی که ATP زیاد هست، بیان ژن آنزیم هایی که این در مسیر گلیکولیز و چرخه کرپس کار میکنن کاهش پیدا میکنه، و زمانی که ATP کاهش پیدا میکنه در سلول، بیان ژن این آنزیم ها افزایش پیدا میکنه. خب این تنظیم باعث میشه که انرژی در واقع هدر نره، ما زمانی که فقط نیاز هست ATP تولید کنیم. یاخته های ما به طور معمول از گلوکوز و ذخیره گلیکوژن کبدی برای در واقع ذخیره قندی کبد، منظور هم گلیکوژنی که در کبد ذخیره میشه، برای تامین انرژی استفاده میکنن. اما اگر ATP کم بشود و نیاز به تولید ATP باشد، گلوکوز و قند کافی هم در اختیارشون نباشه، به ناچار میرن سراغ پروتئین ها و سراغ لیپید ها و از تجزیه لیپید ها و پروتئین ها در واقع تولید انرژی میکنن، که اول چربی ها، بعد چربی ها تمام میشه میرن سراغ پروتئین ها، که این کار واسه تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های اسکلتی میشه، چون پروتئین هاشون از دست میدن، سیستم ایمنی در واقع تحلیل پیدا میکنه، که اینها در افرادی که سوء تغذیه دارن و در فقر غذایی شدید و طولانی مدت هستن یا رژیم غذایی نادرستی دارن، در واقع یا به دلایل حالا مختلفی غذای کافی در اختیار ندارن، در افراد دیده میشه. پس افرادی که سوء تغذیه دارن، حالا به هر دلیلی، یا رژیم گرفته یا غذا در اختیارش نیست، یا حالا فقر غذایی بلند مدت داره، این افراد ماهیچه هاشون تحلیل میده و سیستم ایمنیشون هم قطعاً ضعیف میشه. اثراتی که مشابه با در واقع کورتیزول، چون کورتیزول هم تجزیه پروتئین ها و تضعیف سیستم ایمنی رو داشت، مشابه با تجزیه در واقع اثرات کورتیزول هست. خب تخمیر چی هست؟ اگر اکسیژن به اندازه کافی نباشد، یا اصلا اکسیژن کم باشه، کلن نباشه، خب چون پذیرنده نهایی اکسیژن در زنجیره انتقال الکترون پذیرنده نهایی بود، چون اکسیژن نباشه دیگه زنجیره انتقال الکترون معنی نداره بخواد کار بکنه، اون ته اکسیژن الکترون ها باید به اکسیژن برسن، اکسیژنی که وجود نداشته باشن الکترون هم نمیتونه تو زنجیره انتقال پیدا بکنه، پس این زنجیره قطع میشه، چرخه کرفس قطع میشه، اکسایش پیروات قطع میشه و تخمیر اتفاق میفته. در واقع گفتیم در شرایط کمبود و نبود اکسیژن در انواعی از جانداران ما تخمیر رو داریم. خب پس راکیزه یا همون در واقع میتوکندری زنجیره انتقال الکترون کلن اینجا فید میشن، پیروواتی که تولید میشه تو همون سیتوپلاس کار تخمیر رو انجام میده. تخمیر الکلی داریم و لاکتیکی. در هر دو نوع تخمیر پیروات اول باید تولید بشود، بعد وارد بحث تخمیر بشه. خب زمانی که پیروات در واقع میخواد تشکیل بشه، حتما باید NAD مثبت به اندازه کافی باشه، که اگر NAD مثبت نباشه، علاوه بر اینکه گلیکولیز و اون یا قند کاف متوقف میشه، دیگه بعد از اون تخمیر هم اتفاق نخواهد افتاد. یکی از محصولات تخمیر به وجود میاد در واقع همون NAD مثبت هست، که کمک میکنه به اینکه تداوم گلیکولیز در واقع داشته باشه. خب گفتیم در تخمیر مولکول های ایجاد میشن که در فرآیند تشکیل آنها NAD مثبت به وجود میاد، چون اگه NAD مثبت نباشه گلیکولیز قطع میشه، گلیکولیز هم قطع بشه پیروات نداریم، پیروات هم نداشته باشیم که دیگه یعنی هیچی، نه تخمیر میتونیم داشته باشیم، نه میتونیم اکسایش حوازی داشته باشیم. این تخمیری هست، تخمیر الکلی هست که در سیتوپلاسم انجام میشه، مولکول 6 کربونه گلوکوز طی مسیر گلیکولیز تبدیل شد به پیروات، ATP تولید شد و NADH تولید میشه. اینجا خوب دقت بکنید، در اثر قند کاف یا گلیکولیز NADH تولید میشه. پیروات در ابتدا تو تخمیر الکلی با از دست دادن یک CO2
تبدیل می شود به اتانال و مولکول اتانال با گرفتن یک انادیش، یعنی در واقع با اکسید کردن یک انادیش و تبدیل اون به انادی مثبت، تبدیل میشه به اتانول. پس تخمیر الکلی تو دو مرحله انجام میشه و در پایان از مولکول پیروات سه کربنی یک مولکول اتانول دو کربنی تولید میشه، یه انادی مثبت تولید میشه که انادی مثبت میره و در قندکاف مورد استفاده قرار میگیره برای تولید پیروات و یک مولکول CO2 هم اینجا آزاد شد. از این تخمیر برای ورآمدن خمیر نان در واقع استفاده میشه، اون مولکول های CO2 که آزاد میشه واسه میشه که خمیر پف کنه و به اصطلاح ور بیاد. یه نکته مهم، زمانی که پیروات وارد تخمیر میشه اصطلاحا میگیم پیروات احیا میشود، چون وقتی که میخواست وارد چرخه کرفس و زنجیره بعد فراورده‌هاشون وارد زنجیره انتقال الکترون بشن، اونجا پیروات ابتدا بعد اکسایش پیدا میکرد، اونجا پیروات اکسید میشه، اینجا در تخمیر پیروات احیا میشود. تخمیر لاکتیک هم اون هم در آن سیتوپلاسم دوباره گلوکوز با تولید ATP تبدیل میشود به مولکول سه کربنی پیروات، البته دوتا پیروات هست قطعا. خب پیروات مستقیما با اکسید کردن یک NADH به NAD مثبت تبدیل به لاکتات سه کربنی میشه، پس اینجا CO2 آزاد نمیشه و مسیر ما هم مستقیما طی یک واکنش انجام میشه، این NAD مثبت میاد و توی گلیکولیز مورد استفاده قرار میگیره. خب چند تا نکته هم اینجا داریم. ماهیچه‌های اسکلتی، فقط و فقط ماهیچه‌های اسکلتی میتونن در بدن ما تخمیر لاکتیک انجام بدن، سلول‌های دیگه نمیتونن که تجمع اسید لاکتیک باعث درد و گرفتگی در واقع عضلات میشه. انواعی از باکتری‌ها تخمیر لاکتیکی رو انجام میدن، بعضیشون باعث فساد میشن مثل تر شدن شیر و برخی هم در تولید محصولات لبنی مثل انواعی از ماست و پنیر و همچنین تولید خیارشور مورد استفاده قرار میگیرن. یه مقایسه خیلی در واقع مختصر بین تخمیر الکلی و لاکتیکی میخوایم اینجا انجام بدیم. محل هر دوشون سیتوپلاسم، اکسید NADH و تولید NAD مثبت در هر دو وجود دارد، شرط انجام پیروات باشد و اکسیژن نباشد، یا البته خود کتاب گفته کم باشه، حالا قطعا نباید بدون اکسیژن باشه، در کم بود اکسیژن هم میتونه انجام بشن. آزاد شدن کربن دی اکسید در تخمیر الکلی هست، یعنی دارد آزاد شدن کربن دی اکسید رو، اما تخمیر لاکتیکی نداره. محصول نهایی در تخمیر الکلی اتانول دو کربنی، اما در تخمیر لاکتیکی لاکتات یا همون لاکتیک اسید سه کربنی هست. خب در گیاهانی که در محیط‌های آبزی زندگی می‌کنن، دو تا سال دهم خوندید که ویژگی و سازگاری دارن، یکی نرم آکنه هوادار هست که هوا رو ذخیره می‌کنه در آن خودش و دیگری ششریشه‌ها در درختان هررا. اما زمانی که اکسیژن در محیط کم باشه، در واقع نباشه، هر دو نوع تخمیر الکلی و لاکتیکی در گیاهان ایجاد میشه و حواستون باشه که سلول گیاهی به شدت به تجمع الکل و لاکتیک اسید حساس هستن و باعث مرگشون میشه، پس باید از این سلول ها دور بشن این محصولات. خب یه واژه داریم مثل رادیکال های آزاد. اصلا رادیکال آزاد چی هست؟ رادیکال آزاد مولکولی هست که الکترون های جفت نشده داره، یا به اصطلاح الکترون های آزاد داره. الکترون های آزاد باعث میشن که مولکول به شدت واکنشگر بشه و بتونه با مولکول های مختلفی واکنش نشون بده، مثل دی ان ای، مثل پروتئین هایی که در سلول ها وجود دارن. پس رادیکال های آزاد به شدت با مولکول های زیستی مثل دی ان ای و پروتئین ها و حتی لیپید ها واکنش نشون میدن و موجب اکسید شدن و در واقع تجزیه اونها میشن و به بدن آسیب های جدی میرسونن. خب توی تنفس هوازی گفتیم زمانی که اکسیژن الکترون رو در زنجیره انتقال الکترون دریافت میکنه، تبدیل میشه به یون اکسید. یون اکسید دو تا بار منفی داره، الکترون آزاد داره و به عنوان یک اکسیدان محسوب میشود. مثلا واژه اکسیدان یعنی همین، یعنی مولکولی که اکسید کننده است، مولکولی که در ساختارش اکسیژن حتما هست و دارای خاصیت اکسید کننده داره، یعنی الکترون آزاد رو داره. خب این اکسید همیشه آب رو تبدیل به آب میشد دیگه، هیدروژن رو میگرفت و تبدیل به آب میشد. اما گاهی اوقات این تولید یون اکسید انقدر زیاد هست و هیدروژن در واقع اونقدر زیاد نیست که بتونه آب تولید کنه، مقداری از این اکسیدها خارج میشن از زنجیره انتقال الکترون، یعنی در داخل همون میتوکندری به دی ان ای میتوکندری به ساختارهای دیگر سلول آسیب میرسونن. رادیکال های آزاد از عوامل ایجاد سرطانند. میتوکندری ها برای مقابله با این رادیکال آزاد که در بدن تولید میشن به ترکیبات پاد اکسنده یا آنتی اکسیدان نیاز دارن، که این ترکیبات پاد اکسنده در میوه و سبزیجات مثل کاروتنوئیدها که در کروموپلاست وجود داشتن، رنگیس
و آنتوسیانین که در واکول یا کلوچه وجود داشت، اینها موادی هستن که میتونن مقابله کنن با آنتی اکسیدان ها. خب پاد اکسنده ها واکنش های تخریبی که رادیکال های آزاد میخوان انجام بدن رو خونسا میکنن، یعنی میان و رادیکال های آزاد رو خونسا میکنن و اونها رو تبدیل به مولکول های بی اثر میکنن و بافت های بدن رو نجات میدن. اگر رادیکال های آزاد زیاد تولید بشن، پاد اکسنده هم کم باشه، اون موقع تنش اکسیداتیو رخ میده. در چنین شرایطی گفتیم رادیکال های آزاد در راکیزه تجمع پیدا میکنن، راکیزه رو تخریب میکنن. راکیزه ها که تخریب بشن، میتوکندریا که تخریب بشن، سلول هم تخریب میشه، چون انرژی برای در واقع ادامه فعالیت خودش نداره. خب بعضی از مواد مثل الکل و برخی نقص های ژنی یا انواعی از نقص های ژنی میتونن در واقع عوامل فراوانی ته کتاب گفته. عوامل فراوان یعنی به غیر از اینها خیلی چیزای دیگه هم هست. حالا کتاب دو تاشو گفته، الکل و نقص های ژنی رو گفته. میتونن در خونسا سازی در واقع رادیکال های آزاد مشکل ایجاد کنن که ما یک به یک بررسی میکنیم. حالا خب الکل سرعت تشکیل رادیکال های آزاد رو افزایش میده و مانع عمل کرده راکیزه در راه تخریب اونها میشه. خب رادیکال‌های آزاد به DNA راکیزه یا میتوکندری حمله می‌کنند، مرگ راکیزه یا میتوکندری اتفاق می‌افته، بعد مرگ یاخته‌های کبدی و بافت مردگی کبد یا نکروز به وجود میاد. بافت مردگی یعنی تعداد زیاد یاخته در یک منطقه در واقع بمیرن و از بین برن. خب این اختلال باعث از کار افتادن کبد میشه. پس شایع‌ترین عارضه نوشیدن در واقع نوشیدنی‌های الکلی از کار افتادن کبد هست. نقص ژنی چی هست؟ بعضی ژن‌هایی که میخوان پروتئین‌های زنجیره انتقال الکترون رو در واقع تولید کنن، این پروتئین‌ها رو به صورت معیوب تولید می‌کنن و میتوکندری یا راکیزه که پروتئین معیوب داشته باشه نمیتونه عملکرد مناسبی در واقع داشته باشه برای خنثا کردن رادیکال‌های آزاد. برخی از مواد سمی هم باعث در واقع توقف میشه. کتاب گفته مواد سمی بسیاری وجود دارن، ولی دو تاش رو فقط نام برده که یک یا تعدادی از واکنش‌های تنفس هوازی رو در واقع میان متوقف میکنن. پس مواد زیادی وجود دارن، حالا کتاب دو تاش رو گفته، و این مواد میتونن یک یا چند واکنش رو در واقع دچار اختلال بکنن. انواعشون مثل سیانید هست. سیانید میاد چیکار میکنه؟ میاد واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون‌ها به اکسیژن رو مهار میکنه، نمیذاره الکترون‌ها به اکسیژن انتقال پیدا بشن و به اکسیژن برسن، باعث میشه توقف پیدا کنه زنجیره انتقال الکترون و انرژی برای سلول تولید نشه، باعث مرگ سلول میشه. قبلا هم گفتیم که میاد سیانی جایگاه فعال آنزیم ها رو اشغال میکنه و در سلول ایجاد مشکل میکنه. کربن مونوکسید هم به دو شکل میتونه تنفس یاخته ای رو دچار مشکل کنه. شکل اولش چی هست؟ با اتصال به هموگلوبین مانع از این میشه که هموگلوبین در واقع اکسیژن بگیره. اکسیژن کمی به سلول میرسه و در نتیجه نمیتونه در اون پایان زنجیره انتقال الکترون پذیرنده الکترون ها باشن اکسیژن ها و زنجیره در واقع دچار مشکل میشه. اختلال ایجاد میشه در تنفس یاخته ای. همچنین یک سری از واکنش ها رو این گاز مونوکسید کربن و کربن مونوکسید یک سری از واکنش های زنجیره انتقال الکترون رو متوقف میکنه و در مجموع یا نمیذاره اکسیژن برسه به زنجیره یا برخی واکنش ها رو متوقف میکنه و باعث در واقع از بین رفتن سلول میشه. دود خارج شده از خودروها و سیگار از منابع شایع مونوکسید کربن هستند. خب میریم سراغ تست هایی که هم فراوون هستن هم نکته زیاد دارن و ترکیبی با کل فصل هستن، یعنی کل همین فصلی که شما پیش رو داشتید. ویدیو 1 و 2 رو باید حتما ببینید تا بتونید از پس این تستا انشالله بر بیاید. خب تست اول میگه در طی تخمیر، تخمیر میخواد با تنفس سلولی هوازی در واقع مقایسه کنه ببینید چیا در کدومش تولید میشه در اون یکی تولید نمیشه. در طی تخمیر برخلاف تنفس هوازی NAD مثبت بازسازی میشود. خب توی تنفس هوازی تو زنجیره انتقال الکترون NAD مثبت تولید میشد یا بازسازی میشد، چون NADH تبدیل میشد به NAD مثبت. توی تخمیر هم چنین اتفاقی میفته، پس برخلاف اینجا اشتباه هست، گزینه یک کلا رد میشه. برخلاف تنفس سلولی هوازی هیچگاه CO2 تولید نمیشود. پس توی تخمیر که CO2 تولید میشه، تخمیر الکلی، تو تنفس هوازی هم که هم در اکسایش پیروات و هم در چرخه کرفس تولید میشه، این هم غلط هست. در طی تخمیر همانند تنفس سلولی هوازی گیرنده نهایی الکترون های قند ترکیبات عالی اند. در تنفس هوازی در واقع گیرنده الکترون ها اکسیژن بود، در انتها الکترون ها به اکسیژن می رسیدن، اما در تخمیر بودن که مولکول های عالی
الکترون های NADH رو میگرفتن و NAD مثبت تولید میکردن، پس این سه هم غلط هست، همانند نباید بذاره، بگه برخلاف. در طی تخمیر همانند تنفس سلولی هوازی پیروات مصرف میشود، کاملا درسته، چه در تنفس هوازی چه در تخمیر مولکولی که وارد این دو میشود پیروات هست یا پیرویک اسید، پس این کاملا درست هست. سوال بعدی، هر سلولی که توانایی تبدیل پیروات به لاکتات را دارد، خوب دقت کن، میگه پیروات به لاکتات هم تو گیاه میتونه انجام بشه، هم تو سلول جانوری در ماهیچه‌های اسکلتی میتونه انجام بشه و هم در باکتری ها، خب قطعا فاقد توانایی فتوسنتز غلطه، چون در گیاه هم ما تخمیر لاکتیکی رو داریم. در سیتوپلاسم خود هاش مثبت تولید میکنه، ببین هر جایی که NADH تولید بشود هاش مثبت هم تولید میشود، شما در همه اینها در واقع چرخه گلیکولیز انجام میشه، یا وقتی چرخه گلیکولیز انجام میشه و پیروات تولید میشه، پس حتما NADH تولید شد و هاش مثبت هم تولید شده، پس این دو صحیح هست. هر وقت NADH تولید شد، هر جا NADH تولید شد، هاش مثبت هم تولید میشه، چون NADH به علاوه هاش مثبت نوشته میشود به این شکل، NAD مثبت وقتی که دوتا هیدروژن میگیره با دوتا الکترون تبدیل میشه به NADH به علاوه هاش مثبت، یعنی ساخته شدن هاش مثبت. خب دو درست شد. سه، در غیاب گلوکوز نمیتوان ATP بسازد، غلطه، چون در غیاب گلوکوز با تخمیر میشه ATP ساخت، دارای اکتین است، اکتین فقط تو ماهیچه است، ولی گیاهان و انواعی از باکتری هم تخمیر لاکتیکی رو دارن، پس پاسخ ما همون گزینه دو هست. چند مورد جمله زیرا به درستی تکمیل میکنند؟ سوال بسیار بسیار خوب از آزمون سال 95 کانون. در ماهیچه دو سر بازو، وقتی میگه ماهیچه این تخمیر لاکتیک هم میتونه انجام بده، حواست بهش باشه، زمانی که الف مصرف اکسیژن بیشتر باشد، یعنی داره اون تنفس هوازی زیاد انجام میشه، فعالیت آنزیم کربونیک انیدراز میتواند افزایش یابد. خب کربونیک انیدراز الان میگه چه ربطی داره به اینجا؟ وقتی اکسیژن زیاد مصرف بشود یعنی تنفس هوازی در حال در واقع تنفس هوازی زیادی در سلول داره انجام میشه و ATP زیادی داره تولید میشه. خب وقتی ATP زیاد تولید بشه CO2 زیادی هم تولید میشه. CO2 در گلبول‌های قرمز توسط کربونیک انیدراز تبدیل میشد به چی؟ تبدیل میشد به اسید کربونیک و سپس به بیکربنات. پس سلولی که مصرف اکسیژن زیادی دارد قطعاً در بدن میتونه موجب افزایش فعالیت کربونیک انیدراز بشود. خب الف از درست است. ب، تولید استیل کوانزیم آ بیشتر بشود. وقتی استیل کوانزیم آ زیاد میشه تنفس سلولی داره افزایش پیدا میکنه. سرخ رگ‌های کوچکان انبساط بیشتری مییابند. سرخ رگ‌های کوچک در پاسخ به نیاز بافتا به مواد غذایی و اکسیژن قوتشون افزایش پیدا میکنه. وقتی تولید استیل کوانزیم آ بخواد زیاد بشه نیاز به اکسیژن زیادی هم داره، چون تنفس هوازی داره زیاد در اون سلول اتفاق میفته. پس سرخ رگ‌های کوچک هم انبساط مییابند، کاملا درسته. تولید اسید لاکتیک که بیشتر بشه در خون سیاه رگان مقدار CO2 بیشتر میشود. در تولید اسید لاکتیک ما CO2 تولید نمیشد، چون در تخمیر در واقع الکلی CO2 تولید میشد، پس این جیم غلط هست. و تولید دیوکسید کربن در آن زیاد باشد تولید ATP نیز ادامه دارد. بله، وقتی تولید دیوکسید کربن داشته باشیم تولید ATP هم میتونیم داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی در واقع داره ATP تولید میشه و واکنش تنفس سلولی در انجام میشه. پس اینجا هم درسته، موارد الف ب و دال درست و جیم غلط میشه سه مورد. خب بعدی هم مربوط به آزمون کانون سال 95 هست. در گلیکولیز فقدان گیرنده های الکترون مانع از تولید ATP میشود. گیرنده الکترون یعنی چی؟ یعنی یا اکسیژن که الکترون دریافت میکنه اگر وجود نداشته باشه، یا در واقع در سلول ما NAD مثبت. خب اگر الکترون در اینجا اشاره کرده فقط به گلیکولیز، اگر گیرنده در واقع الکترون نباشه، گیرنده الکترون در گلیکولیز NAD مثبت هست، مانع از تولید ATP میشه. همین الان چند دقیقه پیش گفتیم اگر گیرنده الکترون نباشد در گلیکولیز، یعنی NAD مثبت نباشه، پیروات هم تولید نمیشه، پیروات تولید نشه نمیتونه تخمیر انجام بشه نه تنفس هوازی، پس ATP تولید نمیشود. الف درست. در گلیکولیز مولکول های سه کربونی فسفات دار محتوای انرژی یکسانی دارن. ما دو نوع مولکول سه کربن در واقع سه نوع مولکول سه کربن توی گلیکولیز داریم،
یک موردش که اصلا فسفات نداره که همون پیروات هست، این درباره اون صحبت نکرده، گفته سه کربنی فسفات دار. سه کربنی فسفات دار خودش دو مدله، سه کربنی که دو تا فسفات داره و سه کربنی که یه دونه فسفات داره، اینا سطح انرژیشون با هم فرق میکنه، چون پیوند بین در واقع هر مولکول با فسفات خودش در واقع داره انرژی هست. پس این غلطه، سطح انرژی یا محتوای انرژی یکسانی ندارن. جیم هر ترکیب دو فسفاته، به دو ترکیب سه کربنی یک فسفات تبدیل می شود. اینم غلطه، چون ما دو تا ترکیب دو فسفات تو گلیکولیز داریم، یکی گلوکوز 6 6 کربنی دو فسفاته هست که ابتدا تولید میشه در گام یک، اون تبدیل به دو تا مولکول سه کربنی میشد. اما در پایان فاز 3 هم ما دو تا مولکول در واقع سه کربنی داریم که هر کدومشون دو تا فسفات دارن و فسفات هاشون رو از دست میدن، تبدیل به پیروات میشن. پس سه کربنی تبدیل میشه به سه کربنی در پایان فاز گام 4. پس همیشه دو فسفات ها تبدیل به در واقع سه کربنی یک فسفاته نمیشوند. پس جیم چی میشه؟ جیم هم غلط میشه. دال نوعی محصول تولید میشود که میتواند در تخمیر از NADH الکترون دریافت کند. خب بله، اینجا ما تولید پیروات داریم، پیروات اگر از NADH الکترون دریافت بکنه در تخمیر تبدیل به مستقیم الکترون دریافت کنه تبدیل به لاکتات میشه. پس دال هم درست هست، الف و دال فقط درست بود، گزینه 2 پاسخ سوال ما خواهد شد. یا آزمون دیگه از کانون، کدام مورد جمله زیرا به نادرستی تکمیل میکنند؟ دنبال زبدر باش. مواد حاصل از تخمیر میتوانند در چرخه کرپس تولید یا مصرف شوند. مواد حاصل از تخمیر چی بودن؟ یا اتانول بودن یا در واقع لاکتات بودن یا لاکتیک اسید بودن. در چرخه کرپس اصلا تولید و مصرف نمیشن، اما NAD مثبتی که تولید میشه میتونه در چرخه کرپس تبدیل بشه به NADH. پس چون در واقع کلی گفته، نگفته همه مواد، گفته مواد حاصل از تخمیر، حاصل از تخمیر NAD مثبت میتونه توی چرخه کرپس چیکار کنه؟ اونجا مورد استفاده قرار بگیره. این درسته. مواد حاصل از تخمیر میتوانند برای جاندار تولید کننده آن کشنده باشند، در گیاهان میتونن باعث مرگ سلول بشن. درسته. مواد حاصل از تخمیر میتوانند دوباره در گلیکولیز الکترون از دست بدهند. NAD مثبت در تخمیر وارد گلیکولیز میتونه بشه، اما الکترون رو میگیره، نه اینکه از دست بده. پس گزینه 3 غلط هست. موجب درد عضلانی شوند. گزینه 4 بله، لاکتیک اسید میتونه موجب درد عضلانی شود. پس گزینه فقط 3 صحیح هست. بریم سراغ سوالات سراسری. سراسری 84، در مسیر آزادسازی انرژی از گلوکوز در صورت فقدان آخرین پذیرنده الکترون، وقتی گفتم آخرین پذیرنده الکترون برو سراغ اکسیژن O2، در زنجیره انتقال کدام فرایند متوقف نمی شود؟ خب بازسازی NAD مثبت به صورت هوازی، NAD مثبت دو جا بازسازی میشه، به صورت بی هوازی در تخمیر، به صورت هوازی در زنجیره انتقال الکترون. خب وقتی اکسیژن نباشه یعنی NADH هم به NAD تبدیل نمیشه که الکترون هاشو بده به زنجیره. پس بازسازی NAD مثبت به صورت هوازی متوقف، گفته در کدام فرایند متوقف نمی شود. این متوقف میشه چون دیگه اینجا الکترون ها از NADH جدا نمی شود. تولید FADH2، خب اکسیژنی که نباشه کلهم بحث هوازیمون به هم میریزه. FADH2 در کجا تولید میشه؟ چرخه کرپس. چرخه کرپس جزء بخش هوازی بود، پس این هم در واقع متوقف میشه و غلط هست. تشکیل استیل کوانزیم A، استیل کوانزیم A اولین مرحله در واقع اون بخش هوازی ما هست، پس این هم غلط. تبدیل گلوکوز به پیروات، تبدیل گلوکوز به پیروات ربطی به میزان اکسیژن نداره چون بی هوازیه، هر چقدر هم که اکسیژن کم باشه اصلا وجود نداشته باشه، این تبدیل گلوکوز به پیروات انجام میشه و متوقف نمیشود. گزینه 4 صحیح هست. سراسری 84، سال دیگه، کدام در انجام فرآیند تخمیر مؤثر نیست؟ حواست به تخمیر باشه، دو نوع تخمیر داریم و هر دو تا رو باید همزمان در نظر بگیریم. تراکم خیلی زیاد هاش مثبت و NADH، یعنی هاش مثبت و NADH زیاد باشن و اونجا در واقع ما تخمیر انجام بشه. خب وقت این رفتی اصلا به تخمیر نداره. تراکم زیاد NAD مثبت، این هم رفتی به تخمیر، عذر میخوام، NAD مثبت رفتی تخمیر نداره، اما NADH زیاد رفت داره چون NADH در تخمیر گرفته میشه و الکترون هاش در واقع استفاده میشن. وجود یک پذیرنده عالی هیدروژن
پذیرنده عالی یعنی مولکول عالی که میخواد هیدروژن و الکترون رو بگیره در تخمیر، پس این موثره. فقدان آخرین پذیرنده الکترون یعنی فقدان اکسیژن هم موثره. پس تراکم زیاد انادی مثبت در واقع واسه تخمیر نمیشه، چون در تخمیر انادی مثبت تولید میشه. چیزهایی میخواد که در واقع در باعث بشه تخمیر شروع بشه یا در تخمیر مورد استفاده قرار میگیره، انادیش در مورد استفاده قرار میگیره. پذیرنده عالی هیدروژن یا و الکترون که در واقع همون مولکول های پیروات و اتانال هستن، اونها در تخمیر در واقع باید وجود داشته باشه، موثر. فقدان آخرین پذیرنده الکترون یعنی اکسیژن هم نباشه که تخمیر انجام بشه. 1، 3 و 4 تأثیر دارن در تخمیر، اما 2 تأثیر نداره. پس پاسخ ما گزینه 2 هست. در تخمیر الکلی بازسازی اناده مثبت با استفاده از کدام پذیرنده عالی الکترون انجام میگیره؟ خوب دقت کن، تخمیر الکلی ابتدا پیروات تبدیل میشه به اتانال، بعد اتانال NADH میگیرد و به NAD مثبت تبدیل میشود. پس اتانال هست که بازسازی پذیرنده عالی الکترون یعنی در واقع همون NADH رو میگیره، تبدیل به NAD میکنه. در شرایطی که یک سلول با مصرف گلوکوز جای خالی بسازد، توانایی تولید جای خالی رو نداره. یکی که بررسی میکنه با مصرف گلوکوز لاکتات بسازد، توانایی تولید NAD مثبت رو نداره. اگر لاکتات بسازه یعنی پیروات تبدیل شده به لاکتات، پس NAD مثبت هم تولید شده. پس یک درسته، ما باید دنبال غلط ها بگردیم. اتانول بسازه توانایی تولید NADH رو نداره. با مصرف گلوکوز اتانول بسازد، NADH توی گلیکولیز تولید میشه، پس اینجا در واقع در همون گلیکولیز میتونسته تولید بشه، ربطی هم به این قضیه نداره. اگه پیروات بسازه توانایی تولید کربن دی اکسید رو نداره. معلوم نیست، شاید پیروات میخواد بره و در واقع در زنجیره انتقال در مسیر میخوام هوازی وارد اکسایش هوازی بشه و اونجا هم کربن دی اکسید تولید میشه، پس این هم درسته. اگر استیل کانزیم آب بسازد، توانایی تولید لاکتات را ندارد. این در واقع میخوره به گزینه ما، میخوره به جمله ما، یعنی اگر استیل کانزیم آ افزایش پیدا کنه، توانایی تولید لاکتات رو اون سلول نداره. پس حواسمون باید به این باشه. چرا؟ چون استیل کانزیم ها یعنی وارد بحث هوازی شده، پس دیگه لاکتاتی تولید نمیشود. تست سراسری 92 در یک فرد سالم هنگام فعالیت عضله چهار سر ران، باز به ماهیچه اسکلتی داره اشاره میکنه، به دنبال افزایش گزینه 1 استیل کانزیم آ در سلول از غلظت یون هیدروژن خون کاسته می شود. وقتی استیل کوانزیم آ در سلول افزایش پیدا بکنه، در واقع افزایش پیدا کنه، غلظت یون هیدروژن داره افزایش پیدا میکنه، چون NADH و هاش مثبت ساخته میشه. پس این اولیش غلطه. 2 در ماچه 400 ران به هنگام افزایش تولید لاکتیک اسید در سلول از میزان بیکربنات خون کاسته می شود. وقتی لاکتیک اسید در سلول تولید بشه، این تنفس هوازی رو ما نداریم. پیروات نمیره در میتوکندری. وقتی پیروات هم به میتوکندری نره، CO2 کم تولید میشه. CO2 در صورت بیکربنات بیشتر در خون، 70% CO2 به صورت بیکربنات در خون منتقل میشه. پس تولید بیکربنات خون هم کاسته میشود و کاملا صحیح هست. گزینه 2 میشه پاسخ سوال ما. بقیه گزینه هم بررسی کنیم. تولید دیوکسید کربن افزایش پیدا بکنه در سلول، از میزان تولید ATP کاسته میشود و برعکس اگه CO2 زیاد بشه، یعنی ATP هم داره زیاد تولید میشه. و مصرف اکسیژن NADH داره زیاد تولید میشه. هاش مثبت هم حتما همراه NADH هست که در واقع باعث افزایش تولید و همچنین CO2 زیادی تولید میشه که CO2 باعث میشه که اسید کربونیک خون در واقع بره بالا. این هم در واقع غلط هست. گفته کاسته میشه، اسید کربونیک زیاد میشه. اینا همه گزینه‌هاش دارای نکته هست. این نکات رو حتما یادداشت بکنید و اونها رو بارها مرور کنید. بهتون قول میدم با این نکات این تست‌ها بتونید به راحتی و چای خوب تجربی در کنکورهای پیش رو، در کنکورهای آزمایشی و در کنکور اصلی نتیجه خوبی بگیرید. سراسری 93 در یک سلول استوانه‌ای موجود در شبکه ای انسان جای خالی نمی‌شود. پیروات به کمک NADH احیا نمی شود. احیای پیروات گفتیم یعنی تخمیر. سلول شبکه هم تخمیر انجام نمیده. تو بدن ما فقط داره ماهیچه تخمیر انجام میده. پس یک غلط. پیروات به کمک NADH احیا در واقع نمی شود. این درسته.
بله احیا نمی شود. درست هست. خب من می شود رسیدم. جواب هم گزینه یک شد. انادی مصفا در غشاء داخل میتوکندری بازسازی میشه. انرژی ذخیره شده در NADH صرف تولید ATP در واقع میشه. این نمیتونیم بگیم نمیشود. NADH درون ماده زمینی سیتوپلاس تولید میشه در همون فرآیند گلیکولیز. پس این دو و سه و چهار با فعل میشود درست میشود، اما گزینه یک با فعل نمیشود درست هست. پس جواب گزینه یک هست. هر سلول موجود در خون توانای تولید و مصرف کدام دو ماده را دارد؟ وقتی میگیم هر سلول خون، یعنی هم باید گلبول های سفیدی در نظر بگیرید، هم گلبول قرمزی که میتوکندری نداره. خب توانای تولید و مصرف کدام دو ماده را داره؟ پیروات در هر دو، یعنی هم گلبول قرمز در سیتوپلاسمش و هم گلبول های سفید تولید میشود و NADH، اما پیروات مصرف هم میشه، اما NADH هم در هر دوشون، هم در سیتوپلاس در همون گلیکولیز تولید میشه و میتونه به صورت در واقع زنجیره انتقال الکترون مصرف بشه و میتونه در تخمیر مصرف بشه. پس همین گزینه یک گزینه صحیح هست. هم سلول های گلبول قرمز هم گلبول های سفید میتونن پیروات رو تولید کنن و مصرف کنن و NADH رو تولید کنن و مصرف کنن. NADH در واقع در سلول هایی با تنفس هوازی و بی هوازی هم تولید و هم مصرف می شود، اما FADH2 فقط توی هوازی تولید میشه و بعد در زنجیره انتقال الکترون مصرف میشه. پس دو غلطه. سه استیل کوانزیم آ وقتی داره میگه فقط مال بی هوازی، مال هوازی هست، پس گلبول های قرمز تنفس هوازی ندارن. FADH2 هم دوباره آورده اینجا، این هم مال تنفس هوازیه. پس هر جا استیل کوانزیم آ دیدی، تولید CO2 دیدی، FADH2 دیدی، اینها رو بدون حتما مربوط تنفس هوازی هست و سلول هایی که تنفس هوازی ندارن مثل گلبول های قرمز اینها رو هم ندارند. در پی اتصال هر نوع ناقل عصبی به گیرنده اختصاصی خود در مغز انسان، یک سوال ترکیبی بسیار بسیار زیبا. در پی اتصال هر نوع ناقل عصبی به گیرنده اختصاصی خود در مغز انسان، نگفته تحریکی یا مهاری، ما دو نوع ناقل داریم، میتونه تحریکی باشد میتونه مهاری باشد، جای خالی نورون فستینافسی ادامه مییابد. فرایند رونویسی از جنها، رونویسی از جنها اینو بدون همیشه داره انجام میشه، بالاخره در هر زمانی سری از جنها دارن در سلول رونویسی میشن، پس این ربطی اصلا به ناقل عصبی مهاری یا تحریکی نداره، این درست هست. ورود ناگهانی یونهای سدیم، اگه یون سدیم بخواد ناگهانی وارد بشه، یعنی پتانسیل عمل میخواد تو نورون پس سیناپسی اتفاق بیفته، چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که ناقل ما تحریکی باشه، میتونه ناقل ما مهاری باشه و از ورود سدیم جلوگیری کنه، پس این غلطه. فرآیند بازسازی NADH مثبت در سیتوپلاست، NADH مثبت بازسازی بشه در سیتوپلاست یعنی چی؟ یعنی NADH تبدیل بشه به NADH. این واکنش در سیتوپلاست فقط در تخمیر رخ میده، در فرآیند تخمیر، چون دو بار دو جا هست که NADH تبدیل به NADH مثبت میشه، یکی زنجیره انتقال الکترونیکی سیتوپلاسم، سیتوپلاسم باشه یعنی در تخمیر این اتفاق افتاده و سلول های عصبی نورون پس سیناپسی تخمیر نداره، سلول های ماهیچه‌ای تخمیر دارن. سه هم غلطه. ورود بسیاری از مواد موجود در خون به نورون پس سیناپسی ادامه پیدا میکنه. یه دقیقه اینجا گوش کن، گفته مغز انسان، مغز انسان سد خونی مغزی داره، فقط برخی مواد میتونه عبور کنه، نه بسیاری از مواد. شاید در نگاه اول چهار درست به نظر برسه، ولی وقتی شما میای و میگه خب نورون پس سیناپسی مال کجاست؟ مال مغز، پس همه چی واردش نمیتونه بشه. چهار هم غلط، همون گزینه یک هست. همیشه فرآیند رونویسی از ژن ها در فرآیند ترجمه انجام میشه در نورون ها در سلول های عصبی و ربطی هم به پتانسیل عمل و غیره نداره. در پی مصرف گلوکوز در نوعی سلول، استر سلول رو در واقع نگفت، پیروات به طور مستقیم توسط مولکولی پر انرژی احیا می شود. گفتیم وقتی میگه پیروات مستقیم احیا می شود، یعنی میره در واکنش تخمیر مورد استفاده قرار میگیره. وقتی میگه پیروات احیا میشه، وقتی میگه مستقیما احیا میشه، یعنی تخمیر ما تخمیر لاکتیکیه، چون تو تخمیر الکلی برادر خواهر من اول پیروات باید تبدیل میشد به اتانول، بعد اتانول تبدیل میشد به اتانول. کدام عبارت در مورد این دو تنفس صحیح هست؟ به دنبال آزاد شدن CO2 یک مولکول NADH مثبت مصرف میگردد. توی تخمیر لاکتیکی ما اصلا تو CO2 آزاد نمیشد و این یک غلطه. الکترون های یک مولکول NADH به ترکیب دو کربونی انتقال می‌یابد. در تخمیر لاکتیکی پیروات سه کربونی تبدیل میشه به لاکتات سه کربونی، دو کربونی وسط نداریم، این دو کربونی مال تخمیر الکلیه.
تولید مولکول های پر انرژی سه فسفاته در غیاب اکسیژن صورت میگیرد، یعنی در غیاب اکسیژن ATP تولید میشه. بله، در تخمیر در غیاب اکسیژن چه لاکتیکی چه الکلی داره ATP تولید میشه، کاملا درست هست. گزینه 3. گزینه 4 چی میگه؟ همزمان با تولید ترکیب 4 کربنی از ترکیب 5 کربنی. اصلا توی تخمیر ما ترکیب 4 کربنی 5 کربنی نداشتیم، پس 4 کلهم غلط هست. خب خیلی سریع تست رو گفتیم که تایممون در واقع برسه، امیدوارم که بتونید از این تست و از این نکات استفاده بکنید و توی آزمون های پیش رو درصدهای خوبی رو بگیرید. بهتون توصیه میکنم که حتما ویدیوها رو با دقت بارها و بارها نگاه کنید تا بتونید نکات اونها رو در واقع در تست زنی مورد استفاده قرار بدید. امیدوارم که همیشه سلامت و شاداب باشید، روز و روزگارتون خوش، خداوند یار و نگهدارتون.